اونایی که متأهلن، شده بعضی وقتا همسرتون بیدارتون کنه و بگه چرا لگد میزنی؟ چرا مثل اینکه برق گرفته باشدت تکون میخوری؟ خواب بد میدیدی؟ ولی جریان به این سادگی ها نیست. یا اینکه تازه داره خوابت میبره، یا شاید نصفه های شب بیدار میشی، حس میکنی یه چیزی تو اتاقه، یه چیزی رو از گوشه چشمت میبینی، سعی میکنی نگاش کنی ولی نمیتونی تکون بخوری، سعی میکنی داد بزنی ولی صدات در نمیاد، یه وزنه نامرئی رو سینته و حتی نفس کشیدن سختته، زور میزنی بهش نگاه کنی و بعد میبینیش سایه یه آدمه، نمیتونی خوب ببینیش ولی حست بهت میگه که این موجود نیتش خوب نیست. یه صدای وزوز خفیف میشنوی، شاید هم صدای باد، و بعد موجود تاریک ناپدید میشه. تو با سایه‌ای مواجه شدی که خیلی بی‌ضرر بود، ولی بعضی وقتا دیدن این سایه ها واقعی تره و حتی میتونه خشونت آمیز باشه. تا به حال برات پیش اومده؟ فلج خواب رو تجربه کردی؟ تو خواب لگد زدی؟ یهو تکون خوردی؟ وجود یه سایه شبیه انسان رو حس کردی یا دیدی؟ اگه آره، تنها نیستی. هر فرهنگی افسانه‌های ماوراءالطبیعه خودش رو داره. بعضی از افسانه‌ها کشوری‌اند. بعضی‌ها مخصوص یه منطقه خاصن. بذاری چیزی رو تعریف کنم که یه لبخندی هم به لبتون بیاد. بچه که بودم مثل هر بچه‌ای عاشق تماشای برنامه کودک بودم. این آهنگ برنامه کودک که هر بار میشنوم کلی خاطرات برام زنده میشه. برنامه کودک تماشا کردن ما مکافاتی بود. خدا بیامرز مادر بزرگی داشتیم که هر وقت متوجه میشد داریم کارتون تماشا میکنیم، میومد تلویزیون رو خاموش میکرد، میگفت اینا شیطانن، نباید نگاش کنید. با عکس انداختن هم مشکل داشت، میگفت نباید عکس بگیرید یا تو عکس بیفتید، چون روز قیامت باید بهشون جان بدید. رو چه اساسی چنین باوری داشت نمیدونم. حالا این باور شاید شخصی یا محلی بود، ولی بعضی از باورها و افسانه ها جهانی هستند. از هزاران سال قبل بودن و همین الان هم هستند، مثل بختک، همین سایه های انسان نما، تو خواب یا بیداری. توصیف اون سایه ها همه به نوعی شبیه همن. بختک یا سایه انسان نما وقتی تو خواب میاد سراغت، دوست داره بپره رو سینت و نفس تو بند بیاره. معمولا چیزی بیشتر از سایه نیستن و مشخصات خاصی ندارن. حس میکنی که صورت دارن ولی نمیتونی صورتش رو ببینی. موقعی که گرفتار بختک یا فلج خواب هستی و با سایه مواجه هستی و بعضن درگیر، ممکنه صداهایی رو بشنوی، صدای وزوز، صدای زمزمه یا جیغ. تو بیشتر موارد آدمای سایه‌ای وقتی که میبینیشون ناپدید میشن، میرن تو یه گوشه، از دیوار رد میشن یا محو میشن. ولی تو موارد نادر آدمای سایه‌ای ناپدید نمیشن، واضح‌تر میشن و در بعضی موارد میتونن خشونت‌آمیز باشن. آدمای سایه‌ای یا سایه‌های انسان نما همیشه تو خواب نمیان سراغت، در مواقع بیداری و حتی بعضن روزها هم دیده میشن. بعضی هاشون کارهایی انجام میدن مثل کوبیدن در و دیوار. الان به لطف اینترنت صحبت از دیدن سایه های انسان نما بیشتر شده. تو این خونه ای که تازه جابجا شدیم، یعنی حدود 3 ماه، مرتب سایه میبینم. اگه یکی رد میشه نمیتونم تشخیص بدم چیه، مثل یه سایه سیاه رد میشه. دیدن آدم های سایه ای از قدیم بوده. حتی سومری ها 5000 سال پیش داستان هایی در مورد آلو میگفتن. آلو تو شب میچرخید و دنبال قربانیایی میگشت که خواب بودن. آلو میتونه فلجت کنه، تسخیرت کنه و بذارت تو کما. هایدی هالیس، محقق جنجالی این پدیده، میگه که اونا ذاتن شرورن و زمان پیدایش زمین وجود داشتن و ممکنه ارتباطی فرازمینی داشته باشن. تو اساطیر و الهیات عربی و اسلامی، جن موجود ماوراءالطبیعیه که از آتش بدون دود و سوزان خلق شده. جنها هم میتونن خوب باشن هم بد. جنهای خوب از آدما حمایت میکنن، ولی جنهای بد
اونا میتونن بکشنت. من ترسو نیستم ولی سایه ها اجازه ورود به اتاقمو نمیدن، انگار از اتاق بیرونم میکنن. مثلا برم تو اتاق بخوابم پامو بلند میکنن یا در گوشم میگن گم شو از اتاق برو بیرون، یا چراغو خاموش میکنن یا انگشتای پامو فشار میدن جوری که حس میکنم الان میشکنه. منم دیگه زیاد تو اتاقم نمیرم، فقط وسایل برمیدارم و در رو میبندم. این کاربر جای دیگه در پاسخ به توصیه یه نفر دیگه گفته که رفته دکتر، نوار عصبی گرفتن و مشکلی نداشته. بعد تو اتاقش دوربین کار گذاشته و فیلمش رو برده به روانشناس نشون داده. تو فیلم دیده می شده که در کمد خود به خود باز میشه و لباساش ریخته میشن بیرون و کارهای دیگه. در مورد جنگ ویتنام خیلی شنیدیم، بین سالهای 1955 تا 1975، ولی در همون دوران جنگ داخلی در لاوس اتفاق افتاد که شاید کمتر دربارش شنیده باشین. این جنگ بین پادشاهی لاوس که توسط آمریکا و متحداش حمایت میشد و کمونیست‌های لاوسی که توسط روس‌ها حمایت میشد در گرفت. این جنگ تو محافل اطلاعاتی آمریکا به عنوان جنگ مخفی شناخته میشه، چون سیا هزاران جنگجو از مردم محلی هومونگ رو برای عقب روندن کمونیست‌ها استخدام کرد. جنگ مخفی برای سیا خوب پیش نرفت. مردم هومونگ آواره شدند و هزاران نفرشون به آمریکا مهاجرت کردند. وقتی هومونگ‌ها به آمریکا رسیدن، مردای جوان و سالم شروع کردن به مردن. وقتی خواب بودن می‌مردن. بیشتر از 100 مرد اینجوری مردن و دکترها هاج و واج مونده بودن که علت چیه؟ ولی خود هومونکا میدونستن علت چی بوده. اونا به یه روح شیطانی اعتقاد داشتن که شبها میاد رو سینت میشینه تا خفت کنه. بهش میگن شیطان فشار. این شیطان اگه موقع خواب کنار تختت یه علامت مخصوص بذاری و دعای خاصی رو هم بخونی، نمیتونه بیاد سراغت. راهبا میگفتن که دارن به خاطر ترک کردن سرزمین مادریشون توسط اون شیطون مجازات میشن. تا به امروز هیچ توضیح پزشکی برای اینکه چرا همه اون مردای جوان مردن وجود نداره. من همیشه شبها ساعتهای 2 یا 3 شب از خواب میپرم. بعد یه شب که از خواب پریدم دوباره چشامو رو هم گذاشتم بخوابم، یهو یه مرد دراز و گنده اومد گلومو فشار داد. همش میگفت بمیر بمیر. یه پسر بچه هم رو زمین نشسته بود و نگاه میکرد. همینطور که داشتم خفه میشدم شروع کردم به خوندن آیت الکرسی 4 قول. یهو مرد ازم دور شد. همش میگفت نگو سوختم. واقعا هم اگه این سایه های انسان نما در خواب باعث خفگی و مرگ کسی بشه، علم قادر به درک اون نیست، چون مسائل ماورا و طبیعی رو نمیتونه اثبات بکنه. در این گونه موارد فقط میتونه بگه ایست قلبی. ولی نباید نگران این موضوع بود. بر اساس یافته های علمی برای اکثر افراد فلج خواب خطرناک نیست، فقط ممکنه از نظر عاطفی باعث ناراحتی بشه. آدمای سایه‌ای به چند حالت رؤیت میشن. اولین مورد فقط یه مه سیاهه بدون هیچ شکلی. ممکنه شبیه یه ابر دودی به نظر برسه که حرکت میکنه، ولی میدونی و حست بهت میگه که این یه سایه آدمه، چون میتونی یه حضور یا انرژی منفی رو تو اتاق حس کنی. بعد سایه های انسان نما، این سایه ها واضح هن، بدن سر و شونه دارن، ولی نمیتونی مشخصاتشون رو تشخیص بدی، حتی نمیتونی صورتشون رو ببینی، ولی بازم حس میکنی که داره بهت نگاه میکنه. مثل سایه های مه سیاه، اینا معمولا وقتی که مستقیم بهشون نگاه میکنی ناپدید میشن. خواب میبینم که در حال فرار کردن از جایی یا مسیری هستیم. چرا هرچی سعی میکنیم نمیتونیم فرار کنیم و ناچاران به چنگ اون شخص توی خواب میفتیم و نمیتونیم از خواب بیدار بشیم. این بلا سرم اومد و در خواب درد شدیدی از پیشانی احساس میکردم و صبح که از خواب بیدار شدم دیدم پیشانی من زخمی و کمی هم درد دارم. دقیقا همون درد توی خواب بود. من شخصا فلج خواب رو تجربه نکردم یا آدمای سایه‌ای رو ندیدم، یعنی مطمئن نیستم. کمی بعد تعریف میکنم. اما شاهد حالت یه شخص موقع فلج خوابش بودم. سالها پیش با یکی از دوستان همینجور که
نشسته بودیم دوستم خوابش برد. پس از چند دقیقه متوجه شدم که داره خواب میبینه، چون خیلی ضعیف تکون میخورد و صدای نامفهوم خیلی ضعیفی هم در میآورد. فکر کردم خواب مهیجی داره میبینه، بیدارش نکردم. اما بعد از لحظاتی خودش با یه تکون بیدار شد و گفت که چرا بیدارم نکردی؟ بعد توضیح داد که بعضی وقتا دچار بختک یا فلج خواب میشه، با یه سایه ترسناک روبرو میشه که روی سینش میشینه و میخواد خفش کنه و نمیتونه بدنش رو حرکت بده. اونجا بود که من برای اولین بار شاهد بختک یا فلج خواب کسی بودم. موجودات سایه‌ای که تو خواب و بیداری متوجهشون میشیم واقعاً چیان؟ اینو بستگی داره از کی بپرسی. اگه از یه روانشناس بپرسی بهت میگه که فقط یه توهمه. دانشمندا میگن که دیدن موجودات سایه‌ای یه توهم رایج برای همه انسان هاست. اونا معمولاً به دلیل بیخوابی، مصرف مواد روانگردان یا هیپنوتیزم ظاهر میشن و فرد یه لکه سایه رو به عنوان یه موجود زنده درک میکنه. اونا میگن این توهمات میتونن اونقدر قوی باشن که فرد مطمئن میشه که حتی اونا رو لمس کرده یا صداشون رو شنیده یا با هم صحبت کردن. حدود 50 سال پیش دولت آمریکا پروژه استارگیت رو کلید زد و در اون پروژه از میدیوم ها استفاده میکرده. در یه مورد عجیب که توسط نشریه بریتانیایی استار گزارش شده، گفته شده که شکارچیای بیگانه سازمان سیا ادعا می‌کنند که با نژادی از موجودات سایه‌ای بلند قد در مریخ ارتباط برقرار کردند. این موضوع در پرونده‌های طبقه بندی شده دولت فاش شد. اسناد محرمانه‌ای که توسط آژانس منتشر شده نشون میده که شکارچی بیگانه با نژادی از موجودات سایه‌ای بسیار قد بلند و لاغرندام در سیاره سرخ در 1,000,000 سال قبل از میلاد ارتباط برقرار کرده. مدیوم دیده که مریخ پر از اهرام، جاده و ستونهای سنگی بوده، اما مردمش داشتن میمردن و دنبال راه نجات بودن. پروژه استارگیت در سال 1995 متوقف شد، اما ادعاهای مدیوم های مورد تایید دولت هیچ وقت تایید نشدن، یعنی از نظر علمی. یه تئوری راجع به موجودات سایه‌ای اینه که اونا روح انسان های فوت شده ای هستن که از رفتن به دنیای بعد از مرگ خودداری کردن یا گم شدن، یا اینکه قبل از مرگ به جای خیلی علاقه داشتن و بعد از مرگ هم حاضر به ترک اونجا نیستن و نمیدونن که دیگه جاشون اینجا نیست. بعضی ها میگن از یه زمان یا یه بعد دیگه هستن، بعضی ها میگن از یه سیاره دیگه اومدن. بین محققین ماوراءطبیعه توافق وجود نداره که آدمای سایه‌ای چیان، ولی تئوری ها جالبن. تئوری واضح اینه که آدمای سایه‌ای روحن و وقتی ظاهر میشن آزار میدن، ولی نکته اینجاست که روح‌ها معمولا خودشون رو به عنوان یه نور یا انرژی نشون میدن، نه سایه، و به رنگ روشنن، سفید پوشن، پس اون سایه ها روح نیستن. تئوری دیگه اینه که اون آدمای سایه‌ای سایه ها یا ذات افرادی هستن که تجربه های خارج از بدن دارن. به گفته جری کراس، نویسنده، مدرس و استاد سفرهای اختری، همه ما زمانی که در خواب هستیم از بدنمون خارج میشیم. اینم آدمای سایه‌ای رو توجیه نمی‌کنه. کسایی که گزارش میدن که بدنهای آسترال یا تجسمهای آسترال رو دیدن، بیشتر اونا رو مثل روح توصیف میکنن تا سایه. تجسمهای آسترال معمولاً مشخصات دارن و روشنن، نه تاریک. یه تئوری خیلی جالب اینه که آدمای سایه‌ای مسافران زمان از آینده هستن که برگشتن تا مردم و تاریخ رو ببینن، یا شاید هم مسافران بین بعدی هم. شاید سایه ها واقعا آدمایی از بعدهای دیگه یا واقعیتهای دیگه باشن که اومدن اینجا رو تماشا کنن و ما اونها رو به صورت سایه میبینیم. عده ای از نظریه پردازا میگن که بعدهای موازی و بسیار نزدیک به بعدهای ما وجود دارن، اگرچه برای ما نامرئی هن. حتی علم هم نسبتا قبول کرده که بعدهای دیگه ای وجود دارن و اگه اینطوره
اونجا کیا زندگی میکنن؟ اونا ممکن راهی پیدا کرده باشن که در بعد ما نفوذ کنن و حداقل تا حدی قابل مشاهده باشن. اگه این طور باشه، اونا به خوبی میتونن به عنوان سایه ظاهر بشن. یه تئوری رایج دیگه اینه که اون سایه ها شیطانن. مسیحیایی که مرد سایه‌ای، خصوصا مرد سایه‌ای کلاهدار رو دیدن، شک ندارن که اون شرور یا خود شیطانه. و تئوری مورد علاقه همه اینه که آدمای سایه‌ای فرازمینی هان. خیلی ها گفتن که سایه ها چشمای بزرگ و دهن کوچیک دارن. بعضی از کسایی که این نوع آدم سایه‌ای ها رو دیدن میگن که وقتی که روشون تمرکز میکنی کمتر شبیه سایه و بیشتر شبیه یه موجودی که واقعا اونجاست میشن. گزارش های دیدن آدمای سایه‌ای بین کسایی که توسط فرازمینی ها روبوده شدن خیلی رایجه. شاید فرازمینی ها دارن آزمایششون رو چک میکنن. آدمای روبوده شده توسط فرازمینی ها بعضی وقتا آدمای سایه‌ای رو به عنوان سایه های آبی و نه خیلی قد بلند توصیف میکنن. بعضی اعتقاد دارن که فرازمینی ها دارن از یه دستگاه استتار یا تکنولوژی دیگه ای استفاده میکنن که ظاهری مثل سایه بهشون میده. این تکنولوژی بهشون کمک میکنه که از دیوار رد بشن یا کاملا نامرئی بشن. این موجودات هرچی یا هرکی که باشن از انرژی انسان تغذیه میکنن، ارتعاشات بد و احساسات منفی رو منتشر میکنن. مواجهه با آدمای سایه‌ای اونقدر واقعی حس میشن که کسایی که میبیننشون سلامت عقلی خودشون رو هم زیر سوال میبرن و البته کمتر ازش بحث میکنن. من سایه های مختلفی میبینم، مثلا سایه بزرگ، کوچیک، قبلا از گوشه چشمم میدیدم، الان مستقیم میبینم. به کسی هم نمیتونم بگم، آخه میگن توهم زدی. 10-12 ساله که بودم رفته بودیم خونه پدر بزرگ مادری. تابستون بود، کولر نبود، اما هوای بیرون خوب بود. شب با دایم تو ایوون خوابیدیم. همه جا تاریک بود، اما نور ماه تا حدودی همه جا رو روشن کرده بود. همه خوابیدن، اما من خوابم نبرد. حیات رو تماشا میکردم. سایه ها توجه همو جلب کردن. شاید حدود 10 سایه به شکل آدم که بعضیاشون خیلی دراز و کشیده بودن. سایه درخت نبودن. اونجا تو یه گوشه فقط یه درخت کوتاه بود، اما سایه ها شکل آدم بودن. دست و پا داشتن. از یه طرف به طرف دیگه میخزیدن و از دیوار بالا میرفتن و بالای انباری که تو گوشه سمت چپ بود میرفتن بالا و رو انبار راست وا میستادن و بعد دوباره میومدن پایین. قوقایی بود، با من کاری نداشتن، انگار داشتن بازیشون رو میکردن. با اون که ترسیده بودم، اما بدون این که تکون بخورم فقط تماشاشون کردم. ولی جالب اینجاست که من هیچ وقت نفهمیدم که اونو خواب دیدم یا واقعا اونجا بودن. هنوزم کاملا یادمه و فراموشش نکردم و این جریان رو واسه کسی هم تعریف نکردم تا الان. حالا سوال بزرگ اینه که آیا توضیح منطقی، عقلانی، علمی برای آدمای سایه‌ای وجود داره؟ خب هم بله هم نه. معمولا فکر میکنیم که خوابیدن و بیدار بودن دو حالت متمایز و تعریف شدن و معمولا هم همینطورن، ولی تو مغزمون اون خط تمایز وقتی داری خواب میبینی میتونه یک کم تار بشه. اگه داریم خواب میبینیم که داریم میدویم یا هر فعالیت فیزیکی دیگه، بیشتر مغزمون فکر میکنه بیداریم. مغزمون فکر میکنه که داره واقعا اتفاق میفته و عضلاتمون میخوان با هر چی که داریم خوابشو میبینیم خودشو هماهنگ کنه. پس وقتی داریم به خواب میریم، مغزمون عضلاتمون رو خاموش میکنه. به این آتونی عضلانی میگن. عضلات غیر ارادی هنوز کار میکنن، تنفس، ضربان قلب، گوارش، ولی عملکردهای حرکتی ارادی خاموش میشن. این خاموش شدن تو هیپنوگوجیک اتفاق میفته، یعنی لحظه گذار از بیداری به خواب. توی هیپنوپامپیک، یعنی لحظه گذار از خواب به بیداری، عضلاتمون دوباره روشن میشن.
ما در این فاصله زمانی یعنی بین خواب و بیداری هستیم و متوجه این خاموش و روشن شدن عضلات نمیشیم. من موقعی که میخوام بخوابم و تازه داره خوابم میبره، بعضا یه تکون کوتاه و سری بهم دست میده، مثل اینکه برق بگیرتم. بعضی وقتا خودم متوجهش میشم و حتی از خواب بیدار میشم، ولی همسرم میگه که من وقتی کاملا خواب هم هستم همچین تکونایی دارم. البته نه همیشه، شما هم حتما داشتید. بعضی شبا هم باعث وحشت خانوم شدم. چندین بار برام پیش اومده که تو خواب سگ‌ها و مارها به هم حمله کردن و منم با ضربه پا از خودم دفاع کردم و واقعا هم ضربه زدم. چند بارش به دیوار و لبه پنجره برخورد کرد که چند روزی درد داشتم. از این لگد پرانی ها شما حتما داشتید، درسته؟ خب این دلیلش اینه که بعضی وقتا سیمکشی مغزمون قاطی میکنه. موقعی اتفاق میفته که مغزمون با چرخه خوابمون هماهنگ نیست. قبل از اینکه مغزمون شانس خاموش کردن کامل عضلاتمون رو داشته باشه خواب میریم. حتما متوجه شدین که این اتفاق بیشتر موقعی میفته که خیلی خسته این، ولی بعضی وقتا مغزت اونقدر قاطی میکنه که از فلج خواب رنج میبری. این موقعیه که کاملا هوشیاری اما عضلاتت خاموشن. کاملا بیداری ولی نمیتونی تکون بخوری، نمیتونی سرتو بچرخونی، نمیتونی حرف بزنی. تنها کاری که میتونی بکنی اینه که چشماتو حرکت بدی و بعضی وقتا حتی اونم نمیتونی. فلج خواب معمولا فقط چند ثانیه طول میکشه، ولی بعضی وقتا ممکنه چند دقیقه طول بکشه و این میتونه ترسناک باشه. تو فلج خواب بعضی وقتا چیزایی میبینی و میشنوی که وجود ندارن. اینا توهم‌های هیپنوگوژیک هستن، توهمات لحظه گذار از بیداری به خواب. و یادت باشه حتی وقتی بیداری هنوز نزدیک حالت خواب هستی که ساقه مغزت میتونه مکانیسم خواب رو فعال کنه و انواع چیزا رو به وجود بیاره. پس توهم‌ها میتونن خیلی واقعی حس بشن. نه تنها میتونی توهمات بینایی و شنوایی داشته باشی، میتونی توهمات حسی داشته باشی. این وقتیه که بدنت میتونه چیزی رو حس کنه که وجود نداره. دلیل این که آدمای سایه‌ای همه جا شبیه همن اینه که ما انسان‌ها تقریبا همه به یه شکل ساخته شدیم. کسایی که به آدمای سایه‌ای اعتقاد دارن فکر میکنن چیزی بیشتر از فقط یه فلج خواب تو کاره. مهم نیست که سن، دین یا فرهنگ چی باشه. آدم ها یه موجودات سایه‌ای رو میبینن. معتقدین میگن موجودات سایه‌ای وقتی میخوابیم ظاهر میشن، چون تو خواب آسیب پذیرتریم. محققین معتقدن که 80% از مردم سایه های انسان نما رو حداقل یه بار دیدن و حدود 20% هم فلج خواب رو در مقطعی از عمر خودشون تجربه میکنن. فلج خواب در هر سنی میتونه رخ بده، اما اولین علائم در دوران کودکی، نوجوانی یا جوانی ظاهر میشه. زمانش کوتاهه، چند ثانیه و خیلی اگه طول بکشه 5-6 دقیقه. اگه کسی بیدارت نکنه میتونی با تلاش خودت بیدار بشی یا اینکه خود به خود تموم میشه. بر اساس یافته‌های علمی، محققان بر این باورند که عوامل متعددی در شروع فلج خواب نقش دارن، از جمله اختلالات خواب و سایر مشکلات خواب و اختلالات سلامت روان. همچنین گفتن که کسایی که خیلی رؤیا پرداز و خیال باف هستن هم زیاد دچار فلج خواب میشن. ولی فهمیدن که فلج خواب در بین زنان 3-4 برابر مردانه. فعلا هیچ راهی برای اثبات یا رد هیچ نظریه ای وجود نداره. اگه فقط از نظر دینی بخوای بهش نگاه کنی، اون جن، روح پلید، شیطان، ابلیس یا شروره و اصلا سؤال بی خودی هم هست که بپرسی اون چیه. اما از نظر علمی میدونیم که علم با مسائل ماورا و طبیعه میونه خوبی نداره. به همین دلیل علم تقریبا نمیتونه چنین پدیده هایی رو طبقه بندی
یا به روش منظم مطالعه بکنه. تنها کاری که الان میتونیم بکنیم اینه که تجربه های شخصیمونو مستندسازی بکنیم و در سطح اینترنت منتشر بکنیم و سعی کنیم پدیده آدم های سایه‌ای و بختک و فلج خواب رو درک کنیم. شاید یه معمای قدیمی باشه که به لطف اینترنت داره بیشتر شناخته میشه. شایدم یه پورتالی به سمت بوت‌های دیگه وجود داشته باشه، یا شایدم فقط یه سایه باشه. فقط باید امیدوار باشیم که فلج خواب باعث ایجاد توهم آدمای سایه‌ای باشن. در غیر این صورت اوضاع خیلی وحشتناک میشه. و اینو هم بگم و دیگه تمومش کنیم. گفته شده که باید به ترستون غلبه کنین، چون تا وقتی که این کارو نکنین آدمای سایه‌ای به تغذیه از ترستون ادامه میدن. و اینکه اگه دچار فلج خواب شدی و سایه انسان نما اومد سراغت یا همون بختک، فقط سعی کن انگشت کوچیکه دست یا انگشت کوچیکه پاتو تکون بدی. با این کار فوراً از فلجی در میای. به نظرم به این دلیل گفتن انگشت کوچیکه، چون تکون دادنش راحت تره. ممنون که اینجا بودی. اگه سایه های انسان نما یا بختک رو دیدی برامون تعریف کن، ممکنه به خیلی ها کمک کنه تا اون رو بهتر بشناسن. بدرود.